فرشاش آقا بفرمی. السلام علیک خدمت عطا بکل اعظم. ممنونم ازم قربان شما بفرمی. آقا شما که انگلیسیتون خیلی خوبه. خسرو رو چطوری به امریکایی تلفظ میکنی؟ خسرو خسرو یه خسرو که فرق نداره که خیلی که نداریم که ما خیلی که تو انگلیسی نیست. دیگه الان دیگه بی تربیت شدی دیگه. الو آقای عطابکی، درود بر شما. درود بر شما جان، بفهمید. الو شما خوب عزیز. آقا یه آدم بیشوری الان زنگ زد، یه چیزی گفت، من واقعا ناراحت شدم. گفتش یه حرف بدی زد در مورد. میگم این حرفا سوال نره، معلوم شما کس بر بفهم. حالا بریم سراغ تلفن دیگه. درود بر شما فهمید عزیزم. بله ایشون هم که با زیادی خورده از اونوری صحبت میکنن. جناب عطا بکی سلام عرض کردم، خسته نباشید. سلام قربان، بفهمید. جناب عطا بکی، شما که از اعتیاد دم میزنی، من فکر میکنم خودتون با وافود و تریاک میونده. بدی نداری شعور اصلا نداری، احمق بی شعور که اصلا بخوا با من حرف بزنی، مردی که الاغ که بیاید به کسی بی خود یه همچی تهمتی بزنی. واقعا شعور در وجودت وجود نداره، شعور نداری، به طور کلی شعور نداری. اگر اینقدر شرافت داشتی خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام قربان. آه شما فرمودید که من یک کسی لشکرکشی به عربستان کرده، توجه می‌کنید؟ نه بنده همچی حرفی نزدم. شما... حرف تو دهن من نذاری. شما گفتین حرف تو دهن من نذاری قربان. گفتین مسیحیت. نه توجه نکن. نه توجه نکردی. شما آقا اومد صبر کن بذار من بگم بعد شما حرف. من حرفم نزدم هنوز. نه گفتید حرف نزدید دهن من. آخه نفهمیدی شما. نفهم تو یه جد آبادت. حرف تو دهن من نذار. شما بفهمید. الو آقای عطابکی، درود بر شما. درود بر شما آقای عطابکی. من یه دونه صحبتی می‌خواستم بکنم، همینطور که چند تا از خانم‌ها و آقایان همین الان اومدن صحبت کردن، یه صحبت جدی می‌خوام بکنم با شما. این شما ببین، میگین که هر کی با متانت صحبت کنه من با متانت جواب میدم. شما یه این آقا یه حرف بد به شما نزد، یه دفعه انگار سوزن گرم تو خون استرس تو احمد دیگه بی شعور. اگه تو شعور داری که آخه نمیدونم چی بهت بگم. من آقا عطابکی؟ بله. کیلم تو سیویرت. احمد دیگه بی شعور احمد. ای تو که اصلا نه خواهر داری، نه مادر داری، نه زن بچه داری، نه اصلا انسانی، یک حیوانی به تمام معنی. دست آقای عطابکی ببهمین. من کیلم تو چونه؟ آقا مردم بی شعور گاوی واقعا وجود دارن که اصلا اینا واقعا شعور بو نکردن. یعنی چی؟ سلام آقای عطابکی. سلام. من میخواستم فقط به این تونتون بگم، خواستم بگم به تمام این آخوندهایی که خودشون آخوندن و میگن مسلمونی، روزی 5 بار نماز میخونم، من ریدم به هر دست بفهمی. نه دیگه من میخوام بگم یه پیشنهادی که بهت میکنم علی جان، شما و دوستانتون همین شاغلام و غیبه، شما به همین منقل بچسبین، همین کافیه. ایران بذارید دست اونا. شما اگه الان تشریف ببرید ایران، من میترسم که شما سکته کنید، چیزایی که اونجا میبینید دق کنید. کدوم چیزایی که اونجا ببینیم دق کنید؟ آقا با هم ببینید دیگه. با آقا پول عمل جراحی دماغت رو من میدم، پول جراحی دماغت من میدم، اینو عوض کن، یه خود موهات هم رنگ کن، یه سفری به ایران بکن. حالا چرا من موهامو رنگ بکنم و دماغم عمل کنم؟ آقا اینطوری که میگی نمیذارم ببینی جان. ها یعنی رفام عوض بکنم؟ آره که بتونی به یه آزادانه بکنی. خب بعد اسممو چی کار بکنم؟ اخیرتن به قول مهماری اخیرتن اسممو چی کار بکنم؟ یه چرخی بزن عزیزم. اگه آره، منم مثل آره. تو خودفروش بودم، من دنیا رو به هم بدن، این موی خودم، حالا موی خودمو که رای میکنم، اسممو که عوض نمیکنم که، من خودمو که عوض نمیکنم که. آره، من دلو گله بایستم. تو خودتو زن و بچه و مادر و خواهر و همه چیز میفروشی وقتی که موضوع استفاده پیش بیاد. آخه مردی که بیشور، من که مثل تو نیستم که. مهندس اینا چی میگن؟ بگم تو سرشون. سلام جناب عطابکی. سلام بابا، روزتون بخیر باشه. قربان شما. من از کانادا با شما تماس گرفتم. محبت دارید بفهمید. و واقعا میخواستم از برنامه فوق العاده تون تشکر بکنم جناب عطابکی. جناب عطابکی نمیدونم شما رئیس جمهور حال حاضر ما رو که دیدید، واقعا مایه خنده است در دنیا و آدمی با سواد و شعور شما مسلما واسه ما افتخاری خواهد بود در مملکت ما. محبت دارم.
قربان یه پیشنهاد واسه شما داشتم، یه سوال و یک پیشنهاد. اول سوالم این بودش که شما چند وقت ایران نرفتید جناب اتابکی؟ من آخرین بار که ایران بودم سال 78 بود، همون سالی که این مسائل شروع شد. 78 بله. بعد یه دو سه ماه اونجا بودم و مجبور شدم بپرم بیام. بله. جناب اتابکی من یه پیشنهاد میتونم به عنوان یک برادر کوچکتر از کانادا به شما بدم؟ همه همین. جناب اتابکی می‌خواستم پیشنهاد بکنم که حالا نمی‌دونم ممکنه در این شرایط قابل انجام نباشه این مسئله، ولی حتما شما سفری بکنید به ایران و به هر 70 میلیون نفر ایرانی و جمعیت ما یه دست خون بدین. حتی که مادر جی بفهم خواهش میکنم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ بهمت بعد زن بفهمید. خوش میگذره. صدا شما از آشنا میاد. بله صدا من بفهم خواهش میکنم. نمیدن چی بشم. بفهم خواهش میکنم. اتفاقی سلام کرد. سلام قربان. آقا دست شما امیدوارم شفا بخش بشه در ریاست جمهوری ایران آینده. حتما خواهد بود. من مطمئنم که هست. خواهش میکنم تمام 70 میلیونی که ختنه شدن شما برگردید به 1400 تا قبل از حمله عرب به ایران. حالا چرا شما فقط به اونجا بند کردی؟ اونجا رو دوست داری؟ خانم شما چیز دیگه نبود که راجع صحبت بکنی، فقط باید راجع به اون چیز صحبت بکنی. شما عقل و هوش و فکر فقط همونه بیشور. بفرمایید شما خواهش میکنم. راستتون بخیر. روز شب شما بخیرم. بفرمایید. شما جدا دلتون برای ایران نمیسوزه؟ چرا عزیزم؟ اطلاع داری که جمهوری اسلامی از برنامه شما آقای حقا هم آقای داور استفاده میکنه برای خونسا کردن فعالیت های آذری خان در داخل ایران؟ بله به نظر شما. خب من حالا دلم میخواد بسوزه، میخوام نظر شما رو بگیرم. به جمهوری اسلامی آقای عزیز میخوام نظر شما رو بگیرم که چه جوری دلم بسوزه. به نظر شما خوبه که مثلا من ول کنم برم کنار دیگه هم حرف نزنم؟ ببینید آقای عطابه، نه جواب منو بده. آقای عطابه جواب منو بده. نه شما در حد خودتون میتونید فعالیتی داشته باشید. من خودم رو از حد خودم پامو کجا فرا گذاشتم دیگه خودتون میدونید. نه بگو میخوام من بخوام همه بشنون. من میدونم میخوام همه بشنون. به هر حال شما در حد یک شومن آقای عزیز میتونید. شومن باباته. بله شومن جد و آبادته. شومن فریدون فرخزاد بود. شومن شهرام شب‌پرست. آقای عطابکی بفهمید. میگم شما اصلا با مردم اونجوری صحبت نکن، اینجوری صحبت بکن، بهشون بگو میاو میاو. چش این رو هم راجعش مطالعه میکنیم اگه طرفدار داشت میکنیم. سلام آیت بکی. سلام قربان بفهمه. سلام من میخواستم اول که با شما موافق هستم که به سرود ایران. بله این سرود ایران کی ساخته آیت بکی؟ آخ یادم رفت، سوال سخت ازم کردی. دارم تو خونه دارم زیرش هم نوشته که سرایندش کیه. خونه دارید که این عوض میخوام باید از حفظ میکردم یادم رفته. شما میدونید کی بودن؟ من میدونم، من استاد دانشگاه هستم. بگو برای استفاده نام آقای عطابکی. بگو و ناز نکن دیگه، اسمشو بگو. ناز که آخه این طرز حفظ زدن نیست. خب دیگه اسمشو بگو دیگه. بگو یعنی چه؟ من بفهمه. بگو یعنی چه؟ بگو بفرمایید. اسمشو بفهمه خواهش میکنم. رئیس جمهور ایران میشه میگه بگو. بفهمه خواهش میکنم اسمشون رو. آخه این طرز ادب شما، من یه بارم قبلا به شما تلفن زدم شما شروع کرد به من فحاشی کردن. شما الان زنگ زدی اینجا که من چی بگم؟ نخه شما میگه که ناز نکن. بخوام نکن بگو دیگه. میخوای کمک کنی کمک کن، میخوای اینجا سنگ بندازی چوب لا چرخ بذاری اونم بگو. نه چوب میخوام بذارم متی که نمیخوام چیز دارم، ولی بگو ناز نکن. حالا ما شدیم متی حرف زدن یه رئیس جمهور دانشگاه. خب من که هنوز رئیس جمهور نشدم ولی شما استاد دانشگاه. هیچ وقت نخواهی شد، برای اینکه من ازت سوال کردم مذهب چیه گفتی هیچی. گفتم مذهب تاثیری چیه گفتی هیچی. مذهب من چیه؟ من تو همه عالم دنیا میدونم من مسیحی هستم. من ازم چیزی مذهب من هیچی. کی به شما گفته هیچی؟ من مسیحی هستم، ابایی هم ندارم، شجاع هم هستم، همه تو افتخارم میکنم. مسیحی هستی که نمیتون رئیس جمهور ایران بشی که؟ چرا نمیتونم بشم؟ دلیلش هم بفهمی. دلیلش برای اینکه اکثریت قاطع مردم ایران چه ربطی به رئیس جمهور داره؟ ربطی نداره. آقا من یه سوال ازت دارم، من هرکی احترام بفهمی. برای شما بیادبید، من میخوام با دهات احترام جلوی همه ازت یه سوال بکنم. بفهمی خوش بکنم.
شما فکر میکنید که مشاور شما خوب کار میکنه؟ از شما بهتر کار میکنه. از سوال دوم و این چاوکشا با جواب دادی. سوال دوم نه بالا این چاوکشا با جواب دادی. شما که مثل استاد دانشگاه داری از سوال میکنی. از من خیلی بهتر کار میکنه. استاد دانشگاهتون رو توجه داشته باشین. بفرمایید استاد دانشگاه. از من خیلی بهتر کار میکنه. ولی عزیز بفرمایید. بله من چه کاندید خودم کاندید ریاست جمهوری ایران نکردم. نداری جیگر رو. برای اینکه شایسته نیستی، برای اینکه نمیتونی. برای اینکه شما هنوز معتقد هستی که مذهب باید بر مملکت حکومت بکنه. شما هنوز اون درجه اولش رو نداری که مذهب کاری نباید به مملکت داشته باشه. شما هنوز اون یه قدم اولش رو نداری. مسلمه که نباید خودتو کادر رئیس جمهوری بکنی. شما ارزش رو نداری، شما لیاقتش رو نداری. شما باید بری وردست آخونده بشینی مجید اونا رو بگی. مارک که واقعا دیوانه هستی و من که اولاق نه مسیحی هستی و احمق هم هستی. تو میگی تو لیاقت چه، من لیاقت چه دارم؟ نه نداری دیگه. شما به اون آزادی عقیده ندادی که آزاد تو فهمه من که اصلا تو نمیدی آزاد مردم حکومت بکنه. تو فهمه نمیدی آزاد، تو اصلا تعریف آزادی نمیدی چی هستش. صحیح شما آزادی خیال میکنی هر حج و من چه آزاد. شما که میدونی برای من تعریف بکن. والا شما که میدونی استاد عزیز بر من تعریف کن. اصلا یه چاقو کش هستی با دوی جرون شد استاد عزیز. شما که میدونی بر من تعریف بفرمید. حالا استاد عزیز تعریف بفرمید که معنی آزادی رو. استاد در رفت، استاد زیرابی رفت، استاد الان داره اونجا میگه زیراب شنو میکنه. ببا میخواهش میکنم. اتباکی جان. آیا اتباکی سلام. سلام. شبت خوش. قربان شما. آقا شما چند دقیقه پیش درباره عکسای تو ایران صحبت میکردید که اینا هیچی کانتریبیوت نکردن تو دی کانتری. بهتره که اینا اصلا عبه این ببن اینا. نه 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 هفته هنه من نذاری. بنابراین خب... متوجه باشه من چی گفتم اول. آها من میدونم. من اینه میخوام از شما بپرسم. شما توی 33 سال اینجایید. شما 35 ساله کردید. 35 ساله من چیکار کردم؟ بودید نه کلاهبردار بودی و نمیدونم کلاهبردار جد و آباد بود. وقتی که نفهم بیشور پس فطرت. آخه چرا تو اومد میزنی؟ من کلاهی تو رو برداشتم یا کلاهی زنت رو برداشتم؟ آخه چرا این حرفا رو میزنی؟ من کلاهی کی رو برداشتم؟ چه کلاهبردی تو احمق بیشور رو کردم؟ مردی که رزل تهمت زدن کار هم همسال تو. بفهم خواهش میکنم. الو جانم. سلام آقا عطاکی. سلام بود بر خواستین؟ بله آقا عطاکی من یه مطلب میخواستم بگم. بفهم یه برره جنگ شده بین بالا برره و پایین برره. مردشو تو و اون برره رو ببره و جد و آباد تو. مردی که احمق. حالا هفته پیش ما با شوخی کردیم سر به سر گذاشتیم. خیلی خوب ولمون کن، وقت برنامه رو تلف نکن دیگه. آخه اینقدر آدم بیشعور میشه. سلام بود. من میخواستم از شما بپرسم، شما به عنوان یک رئیس جمهور آینده با این انسانایی که با شما به صورت بد صحبت میکنن، شما به همین صورت به ایشون جواب میدین؟ پس بنابراین فرق شما با این آدمایی که واقعا متوجه نمیشن. هیچ خانم، منم مثل اونا که واقعا متوجه نمیشن. منم یه حمال دیگه مثل اونام. اگه شعور شما اینقدره، منم بذار طرف شما رو تکمیل بکنم. منم یه حمال دیگه مثل اونام. خیلی ممنونم ازتون. بچه‌ها شما بفهمید ازم. قربان شما بفهمید. آقای عطاکی من یه مسئله رو خواستم مطرح کنم. بفهمید. اینکه به حال شما در فضای ایران آزاد خودتون رو کاندید از جمهوری کنید و این میکنم هر قشن این کار انجام بدید، اما برای یک نفری که میخواد کاندید ریاست جمهوری شد باید سری شرایطی هم داشته باشه. بله. خب مثل مسئله تصدیه و اشنای مختلف، اما یک مسئله ای که اینجا به نظر من خیلی مهمه اینه که شما نامار یک هموطن غیر مسلمان ما میخواستم هم بدونم که شما خدمه شدی یا نه. بله، اونم جوابتون اینه که بله شده و اگر میل دارید میتونه بیاید خودتون نگاش بکنید و ببینید دوستش داره یا نداری. بفهمی خواهش میکنم. جناب آقای عطاکی. سلام قربان. سلام. بفهمی در مورد مسئله انتخابات که صحبت کردیم و مسئله حجاب، حرفتون هم درسته ولی هم غلط. بله. از یک جهت بگم چرا درسته و یک البته اینو میخوام بدونم، منظور من یک نوع اعتراض و تو روی رژیم وایستادن بوده. حالا میدونی مسئله حجاب
اونجور برای من مطرح نیست، ولی این یک چیزیه که تو روی اینا بایستی بگی بر علیه این حرفی که من میزنی نمی کنم این کارو میکنم. فقط از اون نظر میگم. و الان چه فرقی میکنه کسی روسری سرش باشه یا نباشه، بر من مهم نیست. بله. ولی میدونید بر اون آخونده که میخواد مردم رو کنترل بکنه و میخواد مردم رو زیر انگشت خودش نگه بداره، و یکی از این کنترل ها و فرمان فرمایی ها اینه که حتی به مردم بگه چجوری لباس بپوش، فقط از اون نظر که تو روی اینا بایستن بگه اینی که گفتی نمی کنم. توجه کردین؟ نه اینکه و الان مسئله حجاب و روسری و چادر اینا مطرح نیست، تو رو وایستادن اینا برای من مطرحه. این نمیخوام اشتباه بشه، بفهمی خواهش میکنم. اجازه بدین حالا من دو نکته رو مطرح کنم. ببینید خب یه مسئله فرهنگ و این حرف شما رو متوجهم کاملا، از اون جهت مبارزه‌ای که شما میفهمید بله بله من حرفتون 100% درسته، ولی خب بالاخره باید اینو قبول کرد که در یک جامعه مثل ایران حتی اقشاری هم که به خیابان ها میان و تظاهرات میکنن بالاخره درشون آدم مذهبی ممکنه زیاد باشه، و قصد تو اینم ندارم. مثلا خب آدمایی هستن که مذهبی هستن، مذهبی نیستن، حجاب دارن، حجاب ندارن، چیزنا خوب و بد زیاده. بله بله. خب مثلا این قبل از برنامه تون یه خانمی بود که داشت میرخصد، نه برنامه جالبی هم بود، ولی خب این برای مثلا مردم مذهبی قشر خاصی شاید مسلمه ماچ، میدونید؟ یعنی مثلا این خانم بله. خیلی مذهب میخوام، ممکنه بهش لقب بد بده. بله بله مسلمه. بله. مسئله بعدی اینه که قربان یک برنامه شما رو امیدوارم که بارها بتونن در ایران مردم ببینن به صورت مکرر و بتونن به نگاه کنن، استفاده کنن و راحت بتونن جغ بزنن، چون جغ بزنن برنامه شما خیلی مهمه. بله از حضور شما که بفهمه خواهش میکنم. جناب آقای حتی جانم بفهمه، خیلی ممنون. درود بر شما. قربانش. شکی نیست که حکومت و سیاست و مذهب باید از هم جدا باشن، و مشکل اصلی ما هم در ایران یکی عدم شعور سیاسی مردمه، یکی دیگه هم اینکه مسائل مذهبی آنچنان نهادینه شدن که مردم بعضی موقعا کورکورانه وارد مسائل سیاسی میشن با این دیدگاه های مذهبی. در مورد قبل از انقلاب هم که فرمودید، خب من سنم اونقدر قد نمیده که اون موقع فعالیت سیاسی کرده باشم، ولی خب 8 سالم بود انقلاب شد. بله. یادمه که برادر بزرگترم که در گروه های چپی بود اون موقع و ضد شاه فعالیت میکرد، اینا در همون هتل هیلتونی که شما میفرمایی قربان، اینها برنامه میتینگ ضد شاه داشتن. جالبه اون سابا که به اون همه عظمت رو بزن و بگیر، اینها اینا میرفتن با گروه های چپی به همون هتل هیلتون با یه سری آقایان چپی و اسلامی، اینها میتینگ سیاسی، یعنی به صورت مخفیانه البته. البته من هایت بودم و هیلتون نبودم، ولی شما درستی فرمایید. بله هایت، حالا هایت یا هیلتون؟ نه هیلتون، چون بله هیلتون شما درست بگید. بله بله. و اینکه حتی مثل اینکه با یکی از این آقایون جمعیت مؤتلفه با اینها تا صبح جاش ما خالی جغ داره بود، رئیس جغ پارتی هایی میذارن، جغ میذارن و حال میکردن و جاش ما خالی. شما بفهمی آیا طبقی جانم بفهمی، واقعا مردم خستن، واقعا مردم غم دقیقا بله کشت و کشتاری شده که شما بله. هم دارین صحبتشو میکنین. بله. اینها رحم هم نکردن. ببینید بله. ما در ایران خدمتکار احتیاج داریم، کسی که به مردم خدمت کنه، خادم مملکت باشه. بله. خودخواه نباشه. بله. بس آقای کلینتون اینا مربوط به آمریکا اینهاست جداست. بله اونا مردم نیستن. ببینید مثلا همه آقایی که زنگ زده اینها، ببینید مردم غمگینن، مردم نیاز دارن که دلشون شاد باشه، مردم نیاز دارن که بتونن غذا بخورن، زندگی کنن، اجاره بدن، خونه بتونن بخرن. اینا هیچ کدوم در ایران نیست، یعنی همه حقوق اساسی یک آدم رو از اینها در ایران گرفتن. من یک سوال از شما میخوام بکنم بفهمید. و عقیده شما، من میدونم که شما با صحبتایی که میفرمایید راجع به این مسائل خیلی فکر کردید. بله. و فکرم میکنم روزی نباشه که راجع بهش فکر نکنید. بله. من از صحبتای شما تا این حد رو خوندم. من میخوام از شما سوال بکنم، به عقیده شخص شما فکر میکنید مردم ایران بزرگترین مشکلشون چیه؟ اولین قلمی که باید بردارن چیه؟
اولین قدر اولین که بزرگترین مشکل غمه و اولین کاری که باید بردارن، مثلا به همین برنامه خانم سلیم بشنن جغ بزنن از صبح بشن جغ بزنن. از حضورتون که بفهمه، خواهش میکنم به مای عطبه که اصلا خودت ناراحت نکن، مردم میدونن شهر رو مایه. من برای مردم ناراحت، نه برای خودم، برای من نه توش چیزی داره نه هیچی عزیزم. من برای مردم ناراحتم. آقای شهرام همایون برگشت مردم گفت برین در انتخابات شرکت بکنید، غلط کرد. این وطن فروش، این مردم فروش. آقای تبکی ببین، ما یه رهبری، یه رهبری، و ما انتظار داریم که آرامش خود حفظ کنی، همیشه هم کردی و رهبری کنی. آقای تبکی چشم، شهرام همایون مرتیکه تریاکی هر کاری میخواد بکنه، شما اصلا نباید اونو به قول معروف دیگنفای بکنی که بیاد درمورش حرف بزنی. راستم میگی، اصلا بی خودم راجع فقط بعد همین میگفتم یه وطن فروشو میرفتم، ببخشید. یکی دیگه آیت توکی، بله، در پوزیشن رهبریت شما بهترین کاری که میتونی بکنی مقابله کنی با امثال شهرام همایونی که خودتون بشینی و جغ بزنی. آخه بدبخت این شهرام همایونی یه قیافه‌ای داشت، خب آقا با قیافه اون ای بابا